عرض درود و ادب دارم خدمت همه شما دوستان هر جاستی دونزارم حالتون خوب باشه فرهاد متقی هستم خبرنگار و مستقل و آزاد که و اخبار 24 ساعت گذشته از نوع داغش در خدمت شما هستم دارم این تلاش مورد پسند در رضایتتون قرار بگیره اون دارم کیفیت صدا و تصویرم مناسب باشه لطف اگر تا در کانال سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید ممنونم میشه ویدیو رو لایک بزنید تا کمک بکنید به فارسی بیشتری در فضای مجازی توصیه بشه بله. بسیار ممنون بریم سراغ اخبار از بیانیه ای آمریکا و قدرت اروپایی درباره جمهوری اسلامی شروع میکنم در حاشیه کنفرانس مونیخ وزرای خارجه آمریکا و قدرت اروپایی فرانسه آلمان بریتانیا و بریتانیا با صدور بیانیه در نگرانی خود نسبت به گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به حال واکنش نشون دادند و آنتونیو بلینکن وزرای سه کشور اروپایی در این بیانیه اعلام کردند که با یکدیگر درباره های عمیق خود نسبت به همکاری نظامی دو جانبه روسیه و ایران به بحث پرداختند در ادامه بیانیه هم وزرای خارجه این چهار کشور رهبران حالا این چهار کشور محسوب میشن در حقیقت مجددا نقض فاحش حقوق بشر در ایران رو باش مخالفت کردن و گفتن که آقا رویکرد خودشون رو برای این مسئله همچنان ادامه میدن تا بتونن جمهوری اسلامی رو پاسخگو بکنن و اما حمایت وزرای خارجه زن از مردم ایران وزرای خارجه زن حاضر در نشست امنیتی مونیخ در حاشیه این رویداد با یکدیگر دیدار کرده بیانیه‌ای هم صادر کردن در این بیانیه آمده است ما در کنار زنان و مردان شجاع ایران در ادامه مبارزه هر روز آنها برای حقوق و آزادی هاشون میستیم این وزرای خارجه در بیانیه خود همچنین آوردن که این تلاش برای این تلاش مردم ایران نشان میده که فقط وقتی زنان امنیت داشته باشند همه مردم امنیت دارند نه تنها در ایران و افغانستان بلکه در تمام نقاط دنیا وزرای خارجه آلمان، کانادا، بلژیک، آلبانی، لیختنشتاین، ایسلند، مغولستان، اسلوانی، آندورا و کوزوو که از جمله این وزرای خارجه زن حاضر در کنفرانس مونیخ هستند در بخش از صحبت خودشون هم تلاش طالبان برای بیرون کردن زنان افغانستان از حوزه های عمومی رو به شدت محکوم کردن اما یه نکته جالبه ها شما تا حالا شنیده بودید که بگن مثلا حمایت وزرای مرد مثلا شرکت کننده در فلان نشست در مورد فلان موضوع حالا بحث پرور آمریکا تقریبا به همه جا سرایت کرده وقتی یه بحثی میاد کاملا مد میشه دیگه کاملا مد میشه همه شروع که اما هم پرداختن در قالب اینکه آقا باید همه چیز با هم برابر باشه ولی یه میشه برابرتر اما یه تحلیل بسیار بسیار زیبا از اونایی که واقعا شوشتونو و حال میاره از محسن رنانی براتون بخونم که جزء استادای دانشگاه داخل کشورم هست است ولی چقدر زیبا و هوشمندانه اومده گفته جمهوری اسلامی در چهارمین و آخرین مرحله سقوطه میخوام بگم این همه تحلیلگر تو تمام این شبکه های ایران اینترنشنال و اونترنشنال و نمیدونم این ور و غیره دارن میرن صحبت میکنن این همه آدم های مختلف دارن مینویسن هیچ کس به این قشنگی و واضحی نمیده بود نشون بده که الان این انقلاب کجای این مسیر ایستاده و چقدر تا آزادی فاصله داریم این چقدر منظورم زمانی نیست منظورم افورتیه، تلاشیه، چقدر دیگه انرژی میخواد چقدر مونده چه عوامل دیگه مونده تا این اتفاق بیفته محسن رنانی استاد دانشگاه با انتشار یادداشتی اعلام کرد که جمهوری اسلامی سه مرحله سقوط رو طی کرده و با اعتراضات سراسری جاری وارد چهارمین آخرین مرحله سقوط خودش شده یادداشت این اقتصادان در اصل نامه است که به خطاب خامنه ای نوشته و بعد از اون که نتونسته اینو به دست خامنه ای برسونه متن اون رو در وبسایت خودش اومده منتشر کرد رنانی در این نامه نوشته سقوط هر سیستم اجتماعی دو بعد و چهار مرحله دارد که پی در پی و به نوبت رخ میدهند دقت کنید. بعد اول سقوط ذهنی است که دو مرحله دارد سقوط کارآمدی و سقوط شایستگی و بعد دوم سقوط عینی است که آن هم شامل دو مرحله است سقوط نمادها و سقوط ساختارها این استاد دانشگاه تاکید کرده که الان جمهوری اسلامی سه مرحله اول سقوط رو طی کرده و در آستانه مرحله چهارم ایستاده اگر من بخوام راحتتر و واضحتر صحبت بکنم میگه آقا اول بود بود اول سقوط ذهنیه یعنی تو ذهن مردم باید این اتفاق بیفته که دو تا مرحله داره کارآمدی شایستگی یعنی اول به این نتیجه برسی که آقا این نظام به درد نمیخوره یا بلد نیست کار انجام بده حالت دوم که بگیرین اصلا شایستگی بودن در مسئولیت رو ندارن بود دوم سقوطی که عینی یعنی به چشم بشه دید که اون دو مرحله است یکیش سقوط نمادهاست المانها که حالا جلوتر توضیح می میدم این بنر آتش آتیش زدن و غیره همون انگشت وسط نشون دادن به خامنه سقوط آخرین محل سقوط ساختار کلا کل نظام میریزه و او اعتراض های سال 1401 رو که با شعار زن زندگی آزادی همراه شد رو جنبش محسان آمید که مهمترین دستاوردش وارد کردن نظام به مرحله سقوط نمادها بود او از میان 15 دستاورد تاریخی جنبش محسا سقوط نمادها را فراگیرترین و فوریترین دستاورد آن برشمرد و نوشت به سخره گرفتن تمام نمادهای نظام نشانه ورود جامعه به مرحله سقوط نمادهاست به نوشته این استاد دانشگاه آتک زدن بنرها یا مجسمه های حکومتی سرپیچی از حجاب اجباری به وسیله طیف وسیعی از زنان و به نمایش گذاشتن عکس های, های بدون پوشش توسط زنان برجسته و مشهور شادی مردم در شکست تیم ملی فوتبال نخواندن سرود ملی در بسیاری از مراسم های قبل و بعد از بازی ها مراسم های رسمی امام پرانی تحریم جشبار های حکومتی شدیدن خلوت شدن راه های حکومتی به گونه که مجبورن در میدان های کوچک شهری اجتماع کنند و همگی نشان تحقق محله سقوط نماد هاست. رنانی در ادامه یادداشت نوشته الان حکومت در آستانه محله چهارم و پایانی سقوطه یعنی سقوط ساختارها در انقلاب اسلامی سقوط ساختار رژیم شاه از وقتی آغاز شد که دولت‌های بزرگ غربی بر سر رفتن حکومت شاه به توافق رسیدن در واقع در حالی که انقلاب در داخل به شدت جریان داشت در خارج نیز غربی ها متوجه شدند که دیگر ادامه ی حمایت و حفظ رژیم شاه نه ممکن است و نه سودمند بنابراین مذاکره با رهبران انقلاب مثل بهشتی و رهبران ارتش برای انتقال مسالمت تامیز قدرت رو آغاز کردند وی تاکید کرد که فرصت اصلاحات از با... این, این نکتهش بسیار بسیار جالبه خواهش میکنم دقت کن گفته فرصت اصلاحات از بالا دیگه از دست رفته اما هنوز امکان انقلاب از بالا وجود داره این خیلی جالب بود اصلا اسمی هم که براش گذاشته بود جالب بود اصلاحات از بالا یعنی همین که چرت و پرت میاد میگن آقا یه تیم جدید قرار بیاد اقتصاد و فلان کنه خامنه ای دستور داده که نم فلان کنید طرح جراحی سرپایی اقتصادی و طرح نمیدونم حالا نظیر یه چیز این طرح اینا اینا میشه اصلاحات از بالا یعنی از بالا طرف دستور میده که آقا دیدی که رئیسی دستور دادم قیمتا ارزون شه دستور دادم فلان فلان شه این استاد دانشگاه علت از دست رفتن فرصت اصلاحات از بالا رو چنین شرح داده پیش شرط موفقیت اصلاح از بالا باورپذیر بودن نظام سیاسیه و الان نظام سیاسی باورپذیری خودش رو در ذهن بخش بزرگی از جامعه از دست داده یعنی کسی واسه این نظام الان هم خورد نمیکنه شما بیا بگو آقا طرح طلایی چهار که میلیون مسکن رایگان آقا 400 میلیون مسکن به هر نفر سه تا مسکن میدی آره رو جمع کن و رنانی خطاب به حکومت هشدار داده باید بدونه که با ثبات کنونی اوزا قره نشه و رجز نخونه که فرصت فرصتش اندکتر از آن است که گمان میکند و بداند که حتی اگر با روش های سرکوب خشن این نسل این نسل رو از نظر روانشناختی نامید کنه اما این نسل به مرحله امید وجودی رسیده و هر لحظه میتونه افقهای امیدبخش تازه رو خلق کنه با ساده اینکه که آقا انگولکشون نکن هی رجز نخون اگر یه سری درا بوده که تو الان باز نکردن اگر تالا رو به خشونت نیوردن اگه تالا حرکتی نکردن با این حرکت نمیتونی ناامیدشون کنی چون این امید وجودیه یعنی در داخلشون نهادینه نهادی نشد آقا این نظام رفتنی کشور آزاد میشه حالا دیر زود داره سوخت و سوز نداره ممکنه درایی رو واکنن که الان با باشن قفل بوده یا ممکنه با اون خشونتشون خراب بشه سرت محسن رنانی با حال تاکید کرده که نمیدونه سقوط نهایی کیه اما گفته این بستگی اتفاقاتی داره که در پیش رو هستش نکته جالب که گفت گفتش بحث اصلاحات از بالا از دست رفته اما هنوز امکان انقلاب از بالا وجود داره انقلاب از بالا حالتاش میشه یکیش میشه مثل کودتا یکی دیگهش میشه که یه بحثی هستش که تقریبا چند ماه پیش در گرفت که حالا یکی دلایل حبس خانگی شمخانی هم همینه او بگفتم گفتم اینو گفتم یکی دلایلش هم بخاطر اینکه تیم رفته بودن مشغول مذاکره بودن البته با اجازه ضمنی خامنه‌ای نه اجازه قطعی از اون چیزایی که میگه برن اگه خوب شد اون حالا امتیازشو میگیره اگه بد شد بعدا قل و میکنه که برن یه امتیازی بگیرن که اگر اوضاع خیلی خراب شد مثلا یه کشوری به اینا پاردن بده اف بده اینا برن اونجا اینا بیان به صورت مسالمت آمیز مثلا حکومت رو تحویل بدن شاید به نظرتون دور از ذهنه ولی نه واقعا این اتفاق افتاده حداقل سه تا از کشورهایی که رفته بودن من دقیق در جریانم عکس ندارم ولی خواهش کردم با اسکایپ حضورشون در اونجا رو به من نشون دادن بیشتر از این وارد ریزش نمیشم میخوام بهتون بگم که این اتفاق انقلاب از بالا یکی از شرایطی که احتمالش زیاد اتفاق بیفته با اینکه شما فکر میکنید حالا خیلیاتون بابا اینا ولکن نیستن برن اینا ببخشید اینجوری میگم مثل سگ میترسن از اینکه مردم بریزن درا رو بشکنن بیارن زن و بچه اینا رو بکشونن بیارن وسط خیابون و خود این جنایتکارای بلای سرشون بیارن که اون سرش ناپیدا بشه توجه میکنید که الان جایی هم برای رفتن ندارن و خیلیشون هم میدونن اگر قرار باشه فلنگو ببندن اون بالای بالای هرم میتونه ببنده هاینیه رو که نمیتونن بذارن که اگر شما تو تمام فیلم های قدیمی هم نگاه کنی شا... اون مثلا والی اون قلعه یا شاه اون قلعه با یه سری افراد خانوادهش فرار میکرد اون افسرا و سردارا رو میذاشتن میگفتن شاید بتونن قلعه رو نجات بدن دیگه برای همینه که اتفاق به این صورت احتمالش خیلی زیاده که انقلاب از بالا صورت بگیره شاهزاده رضا پهلوی هم تو صحبتایی که در لس آنجلس تو جلسه پرسش و پاسخ با یه سری از اینفلوئنسرها بودش این مطلب رو گفت گفتش که یکی از راه ها راه کودتا هستش حالا اگر که ارتش این کار انجام بده به جای سپاه چه بهتر بعد ببینیم شرایط به چه صورته اما رنانی به عقیده ایشون سرنوشت جنگ اوکراین میزان حمایت های جهانی از اعتراضات شروع دوباره اعتراضات تأثیر تاثیر فشارهای اقتصادی بر مردم از جمله فاکتورهای تعیین کننده در زمان سقوط جمهوری اسلامیه من میدونم خیلی از کسایی که کانال رو دارن میبینن داخل ایران نیستن و طبق آمار که من دارم قبلا 15 درصد بود شده 5 درصد بر اون 5 درصد شاید این حرفی که دارم میزنم یه حرف کاملا عادی روزمره باشه ولی برای خود من هشتگم پرید وقتی فهمیدم گوشت شده کیلو 500 هزار تومن سیگار ماربولو 100 هزار تومن اصلا عددا در حد وحشتناکه یعنی اصلا آدم به ذهنش خطور نمیکنه که تاکسی ورودیش 5000 تومن یعنی میشینی تو تاکسی پیاده میشی 5000 تومان باید بدی این وضعیت اقتصادی با توجه که دلار 50 پنجا دلار 50000 تومان هم یه ماچی کرده فعلا و فکر میکنم تا هفته دیگه تا دو هفته دیگه به هزار تومن برسه بحث فشار اقتصادی و مردم احتمال زیاد باعث میشه کمه به صحنه بیان جمهوری اسلامی کار دیگه فعلا نمیتونه بکنه محسن رنانی قبل از این با انتشار کتابی با نام اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی به جمهوری اسلامی داده بود که آقا اصرار اونو بر غنی سازی اورانیوم ای ایران را در علم و اقتصاد به فقر و فلاکت خواهد که که همین اتفاق هم افتاده نشونده میده تلاش درسته یا یه پله مونده این یه پله را هم یه قدیما بود ماشین میخواستن حل بدم گفت آقا بیا یه علی بده بندازیم بره دیگه اینم واقعا نظاما به یه مو بنده بیام با هم دیگه کمک کنیم یه تیپا بزنیم بندازیمش پایین که هممون هم راحت شیم اما احسان علی خانی گفته از مهما ممنون خروجم این موجود تلویزیون منتشر رو پستی در اینستاگرام خود اعلام کرد که آقا ممنون خروجم یه شایعاتی شده در مورد مهاجرتش به خارج از کشور یه پستی تو اینستاگرام گذاشته رفته خوی گفته یه ده دوازده روزه با دوستان آمدیم خوی داریم کمک میکنیم میگه از آغاز مهما به بنده اعلام شد ممنون خروج اما این ممنوعیت ها تا همین لحظه ادامه داره بر همین خبر مهاجرت کاملا چرته گفته خبر ممنون خروجی و در برابر آنچه بر ایران و مردم گذشتی چمیتی نداره این تصویرم هم همراه کودک اهل خوی به اشتراک گذاشته نوشته که او از مرداد جز سفر به خوی هیچ سفر دیگه ای نداشته و قصد خروج از کشور رو هم نداره همونطور که میدونید احسان علی خانی هم در اینستاگرامش با انتشار پستی از برخورد خشونتبار با معترضان به کشته شدن مصطفی امینی انتقاد کرده بود که حالا نظام داره عقده بازیش اینجوری سرش خالی میکنه اما تشکیل پرونده برای این زن بسیار شجاع خانم زینب کازمپور مهندس معترض به حجاب اجباری به فاصله یک روز بعد از اعتراض علنی این خانم به حجاب اجباری در مجمع نظام مهندسی تهران خبرگزاری تصمیم از تشکیل پرونده و غیره خبر داده نوشته پرونده قضایی خانم کازمپور به دلیل حدک حرمت هجاب جدید اومده قبلا حدک حرمت به شخص بود الان حدک حرمت به سمبل به نمیدونم چی بگم به اونم اومده از او تشکیل شد و تحقیقات در این زمینه آغاز شده تحقیقی نداره بند خدا یه که موشی رفته بوده زیر روسریش پرت کرده که بتونه قبل اینکه اتفاقی بیفته بذاره بره امیدوارم وکیلش حرفا رو بشنوه و اما علیوف حمله به سفارت آذربایجان در تهران رو رسما تروریستی اعلام کرد رئیس جمهور آذربایجان سه هفته بعد از حمله مسلحانه به سفارت این کشور در تهران برای نخستین بار به طور علنی درباره حادثه اظهار نظر کرده به گزارش بلومبرگ الهام علیوف روز شنبه 29 بهمن در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ ادعا کرد که عامل حمله به سفارت با نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ارتباط داشته. رئیس جمهوری آذربایجان میگوید عدم اقدام به موقع نیروی پلیس و مصاحبه تلویزیون حکومتی با زاره بلا فاصله بعد از بازداشت نشون میده که این شخص توسط شاخهای نهادهای حکومتی فرستاده شده. علیوف میگوید نکته دیگه اینه که مقامهای قضایی خیلی سریع مدعی شدن طرف مشکل روانی داشت و مشخص نیست در زمان کم چطور متوجه مسئله شده و اقدام این اقدام رو ترفندی برای حمایت از زارب در دادرسی عنوان کرده از اون طرف ناصر کنعانی در کنفرانس خبری هفتگی به موضوع این اختلاف بین ایران و آذربایجان اشاره کرده در پاسخ به این سال که با تعطیلی سفارت آذربایجان در تهران آیا ایران اقدام متقابلی انجام میده یا نه گفت روی کرده ایران در ارتباط با آذربایجان و حوادث رخ داده عبور از این حادثه مبتنی بر همکاری مشترک جهت رفع سوء تفاهم هاست اصل مورد توجه ما توسعه مناسبات و همکاری هاست و ایران در این مسیر داره اقدام میکنه کنانی درباره موضوع که ما در ارتباط با حادثه تل حمله به سفارت آذربایجان در تهران توضیحات مبسوط و لازم و اینا رو دادیم حالا خلاصه ما دروغمون رو بستیم خالیمون بستیم هرچی هم داشتیم گفتیم همه ابلاغ کردیم و حادثه رو محکوم کردیم با اشاره به فردم گفته تحقیقات صورت گرفته نشون انگیزه ها شخصی بود و غیره که حالا فیلم که بعدا ازش اومد بیرون کاملا مشخص بودش که کاملا هماهنگ بود فیلم چه اومده اومد بیرون فقط مشخص نیستش که طرف میاد بیرون اشاره میکنه مامورا که تای کوچن میگه بیایم بیایم بیا بیای. کارم تموم شد بعد اصلش میذاره زنگ مامورا اومد دستگیرش نمیکنن داره بسوش قدم میزنه میره تو ماشین سر میزنه این برومبر. اصلا مگه داریم هم چیزا حمله مسلحانه بابا اسنایپر میزنن یا میان شیرجه میزنن یارو میگیرن یارو انگار وسط همکارش فایسته داره قدم میزنه اینجوریه بعدم گفته امیدواریم روابط دو جانبه این دو کشور ایران و آذربایجان که دو کشور همسایه و دوست هستند و منافع مشترک ناگوس هستنی دارند بیش از این متاثر از این حادثه تلخ نشه و روابط در ریل دوستی و سیاست همسایگی ادامه پیدا کنه هدفشون از این حمله هنوز مشخص نیست ولی اینکه کاملا هماهنگ شده بوده طرف با همانگی جمهوری اسلامی اومده بوده کاملا مشخص همون اول پلیس اومد گفتش که آقا طرف با دختر و بچهش اومده بوده بعدا مشخص شده اصلا تو ماشین نبودن موقعی که میاد میزنه بعد قبل از اون حمله یه ساعت قبلش اومده بوده با کلنگ داشته میزده به در اصلا این عجیبی غریبی داشته که معلوم نیست چرا هم اول اینا زنگ نزدن به پلیس بگن آقا اینجا حمله کرد طرف دو دفعه دوم بوده طرف داشت اونجا حمله می‌کرده و اما روزنامه نظام هم به صدا در سر این سفر چین روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که بر اساس قواعد حاکم بر روابط بین المللی سفر رئیسی به چین قبل از اون که را چین رسما به خاطر مواضع ضد ایرانی شی جینگ پینگ از دولت و ملت ایران اسخای کنه اقام درستی نبوده این روزنامه در یادداشت خود با اشاره به سفر رئیسی به چین اضافه کرده بررسی محتوای سفر رئیس جمهور کشور به پکن نشون میده نه تنها دولت چین حاضر به تصحیح موضع ضد ایرانی شی جینگ پینگ نشده بلکه از هیئت بلندپایه ایرانی این امتیاز بسیار مهم رو گرفته که بر تعلق تایوان به چین تاکید کنند بدون اینکه مابعزه اون با تاکید چین بر تعلق جزایر سگانه خلیج فارس به ایران تاییدیه ای دریافت کرده باشند و اما ترانه علی دوستی تصویری از چشپنی که در زندان برای بسته نگه داشتن چشپاش استفاده می شده در سال اینستاگرام خودش منتشر کرده و همراه با این عکس با هشتگ بند 209 زندان اوین و به یاد پژواک خواهری در سلولهای تنگ مکرر و همه خواهرهای در بنده همیشه نوشت هیچ جا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است قلب خوب تو جواب فریاد من است در عکس نیز کاغذی بالای چشپند وجود داره که به نظر میرسه در زندان و خطاب بازجویان رویان نوشته شده است تو با مایی حتی اگر چشمهای ما را نبینی و اما محمد نجفی شازندی وکیل دادگستری یک شجاعت دوباره خیلی خاص نشون داده در سلول انفرادی توبه نامه و اظهار ندامت رو امضا نکرده محمد نجفی شازندی نوشته نه به توبه نامه اگرچه نوشته گرچه سلول نجس و تنگ است توبه از گفتن حق ننگ است معلومه طبع شاعری خوبی هم داره ایشون در سلول انفرادی هستش در زندان مرکزی عراق جرمش چی بوده؟ جرمش بوده که از چند تا از بچه های معترض داشته دفاع میکرد دفاعش هم دفاع قانونی بوده یعنی وکیلشون بوده و ما مدیرعامل عامل مؤسسه خیریه یه مطلب خیلی جالب و عجیبی رو امروز رو کرده ایشون که الان فیلمشو میذارم جزو مدیر عامل که مؤسسات مدرسه ساز خیریه مدرسه ساز اینو معمولا فاند میذارن آدمای مختلفو رو میبینن روستاها رو نشون میدن از اینا پول میگیرن که در اون روستاها یا حالا جایی که نیاز هستش مدرسه ساخته بشه این مدرسه ها خیرین میسازن ولی متاسفانه میره زیر مجموعه آموزش پرورش قرار میگیره الان این بنده خدا گفته که آقا این مدرسه هایی که خیرین ساختن و دولت گشته تو لیست فروش برای همین بحث مولدسازی سازی و غیره که بازم نشون میده این دولت و این نظام تخصص بسیار جالبی داره در فروختن یا استفاده چیزی که به خودش ربطی نداره یعنی الان داشتم توییتر نگاه میکنم یکی از بچه ها نوشته بودش که این حجم از وقاحت اصلا یه چیز عجیب و غریبه که مثلا آیت الله های گنده مملکتی وقتی دارن در مورد نماز و اینو صحبت میکنن در مورد بحثای قصبی و اینو صحبت میکنن خودشون همشون الان دیگه مشخص شد تو خونه های قصبی میشستن همشون داشتن باز خودشون تو خونهای مردم زندگی میکردن رولا خمینی در زمین خانه 14 هزار متری قصبی و محمد تقی بهجت در مجللترین خانه قوم که اون هم قصبی بوده زندگی میکردن و نماز بخوندن و جمهوری اسلامی تمام اینا رو مخفی کرده بوده این هم از مدارسی که تومن به تومن و هزار تومن هزار تومن جمع کردند مدرسه بسازن دولت بخواد بفروشن سلام دوستان من زهرا گیتی نجات هستم مدیر عامل مؤسسه مهر گیتی کار اصلی ما مدرسه سازیه امروز ما مراجعه کردیم به سایت آی او که همون سایت مولد سازیه دیدیم که تعداد زیادی از مدارس خیرساز در فهرست املاک فروش اعلام شده و این جای تعجب داره برای ما خیرین وقتشون رو مالشون رو صرف بچه های سرزمین میکنن اونها مسئول کسری بودجه دولت که نیستن الان ما اعلام میکنیم که 70 درصد مدارس رو خیرین دارن میسازن و بعد وقتی مواجه بشن با اینکه مدارسشون در لیست فروش قرار گرفته دیگه اعتمادشون سرد میشه من خواهش میکنم که رئیس سازمان نوسازی یا وزیر آموزش پرورش خیلی واضح و شفاف در مورد این فهرست صحبت کنن تا ما بتونیم جواب قانون کننده ای به خیر هیچ جواب قانع کننده وجود نداره در نظام جمهوری اسلامی هر کاری بخوان میکنن دیگه شما وقتی اول قانون اساسی با این شروع میشه که مالک اصلی خداست اونم که نماینده خداست دیگه دیگه چیزی نمیمونه متاسفم واقعا مثل کشوری که حتی وقتی مردمش با هم دیگه پول میذارن که برای یه سری دانش آموزی حرکتی انجام بدن دولت میاد اونم میخوره میره و اما مرزیه محمودی که خبرنگار تجارت نیوز هستش یه توییتی منتشر کرده و نوشته که حمید رسایی برای انتشار این توییت از من شکایت کرده از من و حداقل دوازده نفر دیگر در متن توییت نوشته کلمه وقاحت پیش این آدم کم میاره محسا امینی این متن روزنامه همیهن بوده تصویرم تصویر روزنامه همیهن بوده توهین بی سابقه رسایی به معترضان میخواهند هر شب با یکی بخوابند و مثل حیوان بچرخند دقیقا جمله خود رسایی بود آل من موندم رسایی رو چه حسابی رفته شکایت کرده هر حرف, حرف خودش بوده همه چیز مشخصیه گفته در دادگاه خواست عذرخواهی کنم که رضایت بدهد دلیلی بر عذرخواهی نبود منتظر حکم دادگاه هستم و واقعیت از خوبه یاری یه حرفی زده این اومده حرف یارو رو, رو تازه حرف مستقیم نمیده نقل قول کنه رفته اون روزنامه که این حرف چاپ کرده بوده رو ورده توییت کرده و الان این اتفاق براش افتاده در جمهوری اسلامی هیچ چیز عجیب و غریب نیست اما بمب خبری امروز یکی شد دقل میتونه این باشه دو تا داریم امروز بلومبرگ اعلام کرده بازرس های آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران ذرات اورانیوم با غلظت 84 درصد کشف کردن 84 درصد دیگه واقعا مادر دیگه وقتی موجش بگیرن عددش خیلی بالاتر از اون شستی بوده که اعلام کرده بودن به گفته دو دیپلمات ارشد آژانس آژانس بین المللی آژانس اتم ایران هفته گذشته این اتفاق افتاده در ایران اورانیوم غنی, شد، غنی شده با غلظت 84 درصد کشف شده سطحی از غنی سازی که فقط اندکی از سطح مورد نیاز برای ساخت یک سلاح هسته‌ای فاصله داره کارشناسان میگن باید 90 درصد باشه واسه بمب یعنی 84 رو زده دیگه 84 بعد میشه عدد مقدس 85 بعد تا 90 هم دیگه چیز نمونده جالب اینه که بازم دقت کنید وقتی میگم همه نیروها در کنار هم جمع میشن تا اتفاق خوب رقم بخوره دو هفته پیش بوده ولی میذارن الان وسط کنفرانس امنیتی مونیخ میگن اون کشتی اسرائیلی دو هفته پیش میخوره سه هفته پیش میخوره میذارن تو کنفرانس امنیتی میگن همه اینا نشونه است از اینکه جهان باید اون جوروزه لازم رو پیدا کنه و هم متحد بشن که بتونن جمهوری اسلامی بیستن افکار عمومی میتونن بگه الان پرفکت همه آماده است بلومبرگ یک 19 فوریه سیه بهمن گزارش داده کشف این میزان غنی سازی در ایران میتونه باعث ایجاد یک بحران جدید بشه عملا این شرایط الان محیاس که پرونده جمهوری اسلامی ببرن دو دستی بزن رو میز شورای امنیت سازمان ملل و بتونه حرکت های خوب واسش تصمیم گیری بکنن یعنی از اینجا دیگه بالاتر نداره دیگه اصلا میخوام بگم آقا شد 90 درصد بعد دیگه تمومه دیگه موقع دیگه همون یه دست علیلش رو میذاره روی دگمه میگه حرف بزنین چلیک میکنن بیاد آژانس بین المللی انرژی اتمی در تلاش تو روشن کنه که ایران چگونه اورانیوم غنی شده با قدرت 84 درصد انبار کرده این میزان بالاترین سطح از غنی سازی که بازرسان در ایران تا حالا کشف کردن که تنها 6 درصد کمتر از میزان لازم برای ساخت بمبه جمهوری اسلامی قبلا با آژانس گفته بود که سانتریفیوژهاش برای غنیسازی اورانیوم تا 60 درصد فعاله هرچند که برای نخستین بار که بازرسان آژانس رسما در مورد رسیدن سطح غنیسازی به 90 درصد صحبت میکنند اما محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی سوم آمرداد 1401 در مصاحبه با ایسنا اعلام کرده بود که در گذشته راکتورهای تحقیقاتی غنیسازی 90 درصدی داشتیم منتها که الان جمع کردیم گذاشتیم تو انباری خاک بخوره اما اغلب مقامات جمهوری اسلامی تنها توجیهی که دارن فتوای علی خامنه ای که چون گفته حرامه ما اون سمتی حرکت نمی میگن برای همین هم اون رو جمع کردیم بردیم به خاطر اینکه اینا فقط به درد بم میخوره به درد چیز دیگه نمیخوره رافال گروسی مدیر کل آژانس اواسط اسفند 1400 در مصاحبه با اسرائیل هیوم در پاسخ به پرسشی درباره کارآمد بودن ایای برجام گفته به چیزی که من نیاز دارم همکاری جمهوری اسلامی با ما و پاسخ کامل به سوالاست من به کسی مزدور نیستم اما میخوام همه چیز رو نظارت کنم من باید بر همه چیز نظارت داشته باشم بنابراین وقتی کسی فتوا میده که سلاح هسته حرومه به اون احترام میذارم اما اونا هم باید اینو ثابت کنن یعنی یه مدت زمان طولانی فقط بحثشون این بودش که آقا خامنه گفته حرومه اینو دیگه برای خودشون به عنوان معتبرترین و بهترین دلیل میدونستند انگار که دیگه مثلا بهشون برخورده آقا ما که داریم میگیم خامنه ای گفته حرامه تو چرا دوباره می از این سوالا میپرسی از این بحثا بسیار احمقانه که از مغزهای ارزشی با این فقط برمیاد این همه در حالی است که یکی از مباحث اصلی مطرح شده در کنفرانس امنیتی مونیخ که همونطور که در جریان هسته امروز روز آخر بوده ضرورت مقابله با دستیابی جمهوری اسلامی به اتمی بوده رافائل گروسی اوایل بهمن ماه جاری در اسارت اعلام کرد که ایران تا این لحظه هیچ ای سلاحی هسته‌ای نساخته گفته بود از اورانیوم غنی شده با غلظت 90 درصد می برای ساخت سلاح استفاده کرد ایران 70 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده با غلظت 60 درصد و 100 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20 درصدی در اختیار داره حالا دیگه به نقطه رسیدیم که واقعا سوالی که الان از اینجا به بعدش رو چجوری میخوان طی کنند. به هر حال تمام کابوسایی که جمهوری اسلامی میتونست در این رقم بزنه زده دیگه تپه سالم که نذاشت عمر گلکاری کرده ماشاءالله الان 84 هم رسیده 6 درصد فاصله داره تازه نکتهش اینه که اینا نمیدونن از کجا آورده یعنی از دستشون در رفته 84 اومده شد اون وری برن ببینن یارو 90 هم زده تا حالا و من یادم تو یکی از مقالاتی که اگه اشتباه ژروزالم پست پارسال زده بود زده مثلا آقا این 0 تا بحث بس هستی ای این سال تا 7 سال 40 سال نیستش که اینو تا الان باید رسیده باشن بعد ببینیم که میتونن یک واکنش درست حسابی نشون بدن یا واکنشش مدل بایدنی میشه که حالا میذاریم در وقت مناسب و نمیدونم مکان مناسب حالشون رو میگیریم اما بحث بسیار مهم دیگه که هستش بحث یه خبری دیروز پریز خوندم که کره شمالی گفته بود اگر ژاپن و آمریکا اون مانور نظامیشون رو برگزار بکنن من بلا فاصله به صورت قاطع پرقدرت و مداوم واکنش نشون میدم یعنی اینجوری منظورش بود که یه دونه موشک نمیزنم قطعا موشک میزنم قاطع پرقدرت یعنی از اون مشتیا میزنم و اینکه مداوم میزنم یعنی یه دونه نمیزنم شروع میکنم به زدن قل... یه همچین چیزی از صحبتش میشه فهمید دیروز یه موشک زده البته موشک تستی زده ولی یه جوری زده که کل دنیا رفته از ترس روی ویبره اول بگیم که گروه هفت اومده شلیک موشک کره شمالی با قابلیت رسیدن به آمریکا رو محکوم کرده خیلی چیز خوفیه کشور گروه هفت روز شنبه 18 فوریه اقدام کره شمالی در شلیک یک موشک بالستیک قار پیما رو محکوم کردن به گفته توکیو این موشک در منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود اومده. هیروکازو ماتسونو سخنگوی دولت ژاپن به خبرنگاران گفته که پیونگیانگ یک موشک بالستیک قاره پیما رو به سمت شرق شلیک کرده طبق گفته این مقام این موشک 66 دقیقه پرواز کرده و مسافتی حدود 900 کیلومتر رو طی کرده. دوستان موشکی که 66 دقیقه پرواز کنه خیلی خوفه 900 کیلومتر هم طی کرده هیروکازو ماتسونو خودش وقتی این خبر رو داشته میگفته چشاش داشته از پشت اینک میزده بیرون جوزف دمتسی کارشناس مؤسسه بین مطالعات استراتژیک به خبرگزاری فرانسه گفته این پرتاب موشک میتونه دومین آزمایش هوسانگ 17 باشه اندازه موشک رو در قیاس با هیکل آدمایی که اون زیرن و خود کینگ جون اون و که جدیدا به جای خواهرش دخترش هم میاره جالب بسیار چیز خوف و وحشتناکی اندازه رو نگاه کنید در مقایسه با آدمایی که زیر موشک وایسادن متوجه میشید کاخ سفید کشور گروه هفت روز شنبه این شلیک و شدت محکوم کردن آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته این شلیک این شلیک غیر ضروری تنش‌ها رو تشدید میکنه و خطر بی‌ثباتی امنیت در منطقه رو به دنبال داره اضافه کرده این موضوع نقض آشکار قطنامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل وزرای خارجه گروه هفت نیز بعد از نشست در کنفرانس امنیتی سالانه در مونیخ گفتند رفتار غیرمسئولانه کره شمالی مستلزم پاسخ یکپارچه از سوی جامعه جهانیه کشورهای گروه هفت شامل ایالات متحده آلمان ژاپن فرانسه ایتالیا، بریتانیا کانادا این شلیک رو نقض آشکار قطعنامه های شورای امنیت توصیف کردن. اما یه مطلبی که اینجا خیلی عجیب و غریب شاید به نظر برسه اصرار آمریکا و دموکرات برای ایجاد جنگه یعنی اصرار اصرار بسیار عجیب و غریبی سر روسیه و اوکراین جنگ شد ولی به اون وسعتی که میخواستن نبود یعنی دنبال خرابی و ویرانی بسیار بزرگتر میگردن حالا الان شاید بگید آقا طرف داره تهوری توته میگه جلوتر بهتون ثابت میکنم الان همه میدونن که آقا علت تست این موشکه که تازه تست کرده و گفته میزنم به خاطر این مانوریه که طبق نامه که انجام شده بوده بین کره جنوبی کره شمالی و آمریکا اونجا نباید هیچ مانور نظامی انجام بشه و تهدیدم کرده که اگه شما برگزار کنید من میزنم و اون کسی که الان داره خلاف اون توافقنامه عمل میکنه بایدنه یعنی کابینه بایدنه در حقیقت داره این کارو میکنه اونم در ازاش ممکنه همچین موشک های بزرگی که 66 دقیقه پرواز کرده بوده حالا بیشتر از اونم قطعا میتونه بره چون فاصله فکر کنم طوری باشه گفتن همه نقاط آمریکا رو میتونه بزنه بیشتر از اینم باید بره اما وحشتناک این اتفاق و همش به خاطر چیه مشخص نیست به خاطر اینکه قرار بر این بوده که اینا اونجا داستانی نداشته باشه ولی این فقط داستان به همینجا ختم نمیشه اگه یه خود بریم عقبتر بریم سر جنگ اوکراین الان حداقل میتونم بگم اسنادش اومده بیرون آقای سیمور هرش که برنده پولیتسر هستش یکی از معتبرترین جایزایی روزنامه نگاری اعلام کرده که نیروی دریایی آمریکا پشت انفجار خط لوله نورد دو بوده دوله خط نوردستریم دو لوله خط نورد دو هستش که از روسیه گاز رو میاره و به اروپا تحویل میده خیلی مهم این لوله به خاطر اینکه مصرف اروپا از اونجا میومد اومد نورد یک بود و نورد استریم دو نورد یک از اوکراین رد میشد اما اول زدن ترکوندنش که از اونجا رد نشه که اوکراینیا پولی بگیرن بابت اون رد شدن پولی میگرفتن و اون یکی لوله رو انداختن از بلاروس اوکراین دور زدن از اون بالا رفتن که دیگه چیزی به اوکراین ندن مونتاژ جالبش اینه که این لوله منفجر شد و همون موقع زن زیادی به آمریکا بود که این کار انجام داده حداقل سوه چند بار اشاره کرده بود ولی آقای سیمور هرش خیلی قشنگ و مجلسی اومده گفته گفته قواسان نیروی دریایی آمریکا این بمبگذاری انجام دادن این بمبگذاری که در سپتامبر گذشته خط لوله گاز طبیعی نورد سیمیدور دو رو در زیر دریای بالتیک تخریب کرده البته پنتاگون طبق معمول اومده تکذیب کرده پنتاگون نه دقیقا مثل کنعانی این میمونه سخنگوی وزارت خارجه که میشه میگه نقا نبوده هرش که بیش از پنج دهه پیش به دلیل افشای قتل عام این نورد استریم رو یه بذارم این انفجاره این بوده این گاز طبیعیه ببینی با چه فشاری انقدر قطر این بزرگ لوله هاش که همچین چیزی رو انجام داده حتی سی این این هم موقع میگفته این بیشتر به انفجار میخوره خرابکاری تو دریای بالتیک عجیب و قریبه که لول خودش شده باشه یه خرابکاری بوده و انفجار یه انفجاری بوده که دست بشر توش بوده اما داشتم گفتم جایزه خیلی خفنی که گرفته بوده سال 1968 جایزه یکی از برترین جایزه های روزنامه‌نگاری جایزه پلیس رو برده بود خاطر اینکه قتل عام غیر نظامیان در مایلای در ویتنام به درد به دست سربازای آمریکایی اومده بود فاش کرده بود و در همون آمریکا این جایزه رو تونست بگیره در یه گزارش که در سابستک به منتشر کرد سابستک جایی که خبرنگاره مستقل میان اخباراشون رو اونجا میذارن گفته آمریکایی مواد منفجر کار گذاشته بودن به صورت ریموت رو منفجر کرده بودن سه خط لوله از چهار خط لوله رو منفجر کرده بودن آقای هرش 85 ساله در ادامه ادعا کرد که نیروی دریایی این آمریکا این عملیات تحت پوشش رزمایش دریایی ناتو به نام بالتاپس 22 انجام داده در یک بیانیه کوتاه سخنگوی پنتاگون با تکرار پاسخ وزارت دفاع به همون سال در ماه اکتبر به روزنامه پست گفته که ایالات متحده در انفجار نورد استریم دخالتی نداشته مقامات سوئدی مزدون بودن که این انفجارها در نتیجه خرابکاری وحشتناک صورت گرفته و از مقامات غربی به سرعت مسکو را مسئول این حملات دانستند زیرا این کشور در واکنش به تحریم به دلیل تهاجم سال گذشته به اوکراین صادرات گاز به اروپا رو مسدود کرده بود اما خب منطقی به نظر نمی رسید کسی که اومده مسدود کرده چه دلیل داره بزنه منفجر کنه بعدم که روسیه از خداش بود که پول بگیره برای چی باید بیاد بزنه منفجر کنه که بعدا تا چه میدونم اگر باز کرد گازم حالا حالا نتونه پول بگیره آدمای زیادی در این رابطه صحبت کرده بودن اما نخواست داماک در اون زمان گفته بود که اینها اقدامات عمدی هن. نه تصادفی و گفته بودین وضعیت بسیار وضعیت جدی هستش ماریا زخارا و سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به گزارش هرش گفت که مسکو مکررن اعتقاد خودش رو مبنی بر دست داشتن آمریکا و ناتو در این انفجارها ابراز کرده بوده قبل از تهاجم تهاجم روسیه به اوکراین پرزیدنت بایدن تهدید کرده بود که پروژه نورد استریم دو رو که روسیه و آلمان رو به هم متصل میکنه در صورت حمله روسیه به اوکراین متوقفش میکنه نمیذاره که این پروژه بتونه همچنان پابرجا باشه هفت ماه بعد این لوله منفجر شد بایدن در هفت فوریه 2022 گفت اگر روسیه حمله کنه یعنی دوباره تانک یا نیروها رو از مرز اوکراین عبور بده دیگر نورد استریم دوی وجود نخواهند داشت و ما به آن پایان خواهیم داد در حالی که آلمان در ابتدا در برابر لغو پروژه مقاومت میکرد دو روز قبل از حمله روسیه در آخرین تلاش برای جلوگیری از جنگ صدور گواهینامه خط لوله رو متوقف کرد گزارش هر شاکی از اون بود که بایدن دستور انفجارها رو صادر کرده تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رو از تسلیح گاز طبیعی برای جاه طلبی های سیاسی سرزمینیش باز داره در حقیقت این وضعیت که گاز رو بهونه بکنه که پول دستش بیاد که با پوله بره اسلحه بگیره که باش بره اوکراینیا رو بکشه یا اینکه حالا بگه برای خرید گاز هم باید به من به روبل پول بدین و غیره اومده بود زده منفجر کرده بود که این داستان رو جلوش رو بگیره در این گزارش اومده که بدون خط لوله اروپا مجبور خواهد شد به اتکای خود به مسکو پایان بده و روسیه رو با گرسنگی بسیار زیاد میلیون ها انسان در اونجا تنها بذاره که این دلارها نتونه بیاد و خرج بشه برای مسائل جنگی هرش خبرنگار سابق اسوسییتد پرس و نیویورک تایمز همچنین یکی از همکاران قدیمی نیویورکر آدریان واتسون رو کوت کرده بود و این گزارش براش فرستاده بود که کوتش روی توییتی بود که اون نوشته بود اینا نادرست و کاملا تخیلی هن. همچنین تامی ثورپس، سخنگوی سیار هم که در یک ایمیلی گفته بود این دان نادرسته اون رو هم کوت کرده بود و این گزارش براش فرستاده بودش قبلا خشم دولت ایالات متحده رو یه بار دیگه هم در آورده بود 2013 ادعا کرد که آقا داستان رسمی عملیات کشته شدن اسامه بن لادن یک دروغ بزرگ بوده که اون موقع هم خیلی بهش پریدن ولی بعدا حداقل برای کسی که ارتباطات دارن میدونن که اسامه بن زنده است تو ایران مقامات جمهوری اسلامی دارن تا کمر جارش خم میشن و به حال با یک اسم دیگه داره تو ایران زندگی میکنه اما این مسئله مسئله بسیار مهمی به خاطر اینکه لوله نورد استریم دو در صورت اینکه باعث میشد که کامل چارتاش بخوره و روسیه نتونه از روش دیگه ای به درمزایی برسه عملا میتونه روسیه رو وادار بکنه به یک حمله هسته‌ای بکنه همین الان اقدامی که با کره شمالی دارن میکنن همینه یعنی انگار که هرچی میتونستن ادوات جنگی دادن به اوکراین قرار بودش که اگر ادوات تهاجمی بدن به اوکراین روسیه حمله کنه گفته بود من هسته‌ای هم حمله میکنم همه کشورهای ناتو تقریبا همه کنه اکثرشون اومدن ادوات تهاجمی دادن تانکای لوپارد دو دادیم یکی یکی توپای هویتسر داد همه اومدن شروع کردن مسلح کردنش و خب روسیه فعلا حمله نکرده بایدن احتمالا احساس کرد آقا من دوست دارم قبل از مرگم جنگ هسته‌ای ببینم دیگه ای فدگی این آخرام هستیم گفته خب بریم اون ور رو انگولر کنیم دیگه بریم اون ور اون یارو گفته اینجا اگر در خونه ما بیاین توپ بازی کنین توپتون رو پنچر می‌کنم ما هم میریم اونجا مانور نظامی می‌ذاریم اونم مجبور میشه حمله بکنه با آمریکا و با هر کشور دیگه ای میاد یه هسته ای میزنه و یه جنگ سوم ما میتونیم جنگ سوم هسته جهانی را بندازیم که امیدوارم هیچ موقع پیش نیاد این اتفاق ولی متاسفانه خیلی سابقه درخشانی در شروع جنگ ها دارن یعنی بر خلاف پرزیدنت ترامپ که هیچ جنگی در چهار ساله خودش رقم نزد اوباما اوباما پیزوری هشت تا جنگ رو انداخت و بسیاری از آدم ها کشته شدن ولی خب درآمد بسیار از دموکرات‌ها از همین فروش اسلحه و از همین داستانهایی هستش که خودتون مستثر هستید اما خیلی ممنونم که اخبار 24 ساعت گذشته رو با من فراد متقی دنبال کردید اون دارم مورد پسند و رضایتتون قرار گرفته باشه ممنون میشم اگر لایک بزنید در فضای مجازی به اشتراک بگذارید اگر هم تا در کانال سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید که بتونیم بیشتر با من دیگه هر هستید خوب و خوش و سلامت باشید تا درود دیگر بدرود در خدا نگهدار